زلنسکی رئیس جمهور اوکراین با دبیر کل ملل متحد و رئیس جمهور ترکیه در شهر لویو واقع در غرب اوکراین دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار سه طرف راه‌های ممکن برای پایان دادن به جنگ را مورد بحث قرار دادند. از جمله استفاده از فضای مثبت ایجاد شده توسط توافقنامه صدور غلات با میانجیگری ملل متحد برای برقراری صلحی پایدار. آنتونیو گوترز در این دیدار ضمن تاکید مجدد بر غیر نظامی اعلام کردن منطقه نیروگاه اتمی زاپوریژیا گفت هر گونه آسیب رساندن به این نیروگاه خودکشی محض است. اردوغان رئیس جمهور ترکیه نیز پس از این ملاقات گفت همزمان با تلاش‌های خود برای پایان دادن به درگیری‌ها ما در کنار دوستان اوکراینی خود باقی خواهیم ماند. رویترز ضمن انتشار خبر این دیدار گفت زلنسکی در کنفرانس مشترک پس از این دیدار در واکنش به آمادگی روسیه برای صلح گفت از آمادگی آنها برای صلح بسیار متعجبم. کسانی که روزانه مردم بیگناه و زیرساخت‌های غیر نظامی را در شهرهای ما با موشک کروز هدف قرار می‌دهند چگونه می‌توانند از صلح حرف بزنند؟ این منبع همچنین افزود در این ملاقات سه‌جانبه موضوع تبادل اسیران جنگی بین اوکراین و روسیه به عنوان یک مسئله حائز اهمیت مورد بحث قرار گرفت.